خب قرعه کشی جام جهانی و بریم ایران با کی میخوره؟ بریم. خب میره بی ایران حس به میگه ایران باید ایران انگلیس آمریکا انگلیس آمریکا ایران 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 خودش به انگلیس و آمریکا چه ترکیب سمی. ببینیم چی شد، ایران با کی خورد، چه تیمایی با هم خوردن. بریم اصلا قرعه کشی چه اتفاقی افتاد تو قطر بود. بریم. سلام دوستان، همچنان محمد حسینی هستم در کانال جنجال اسپورت. ما در این کانال سعی داریم به اتفاقات فان و جنجالی که تو اکثر ورزش ها به خصوص فوتبال میفته بپردازیم. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات فان و جنجالی فوتبالی علاقه دارید کانال منو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید تا جایی تایی ویدیو های من شما نباشته باشه. خواهش میکنم سابسکرایب کنید، سابسکرایب نکنید یه دکمه هم یه دکمه. امروز هم با هم هستیم تا ببینیم قرعه کشی جام جهانی چی شد، ایران به کی خورد، چه اتفاقاتی افتاد تو قرعه کشی جام جهانی و امسال داریم. اصلا از همین الان شور فوتبالی اینا تو من گسیستن گرفته. یعنی بچه بیا پایین بریم ببینیم چه اتفاقاتی افتاد، کی با کی خوردش، چه تیمایی با هم خورده، ایران با کی خوردش. بریم واسه اولش بریم که سید بندی فیفا اگر دو سه روز پیش اومد رده بندی فیفا اعلام شده، سید بندی تیم‌ها هم اعلام شدش. بریم با هم ببینیم چه تیمایی تو چه سیدایی هست. سید اول که قطر، برزیل، بلژیک، فرانسه، آرژانتین، انگلیس، اسپانیا و پرتغال هست. سید دوم هلند، دانمارک، آلمان، سوئیس، اوروگوئه، کرواسی، مکزیک و آمریکا. سید سه ایران، ژاپن، صربستان، پولند، مراکش، کره جنوبی، سنگال و تونس. سید چهارم اکوادور، عربستان سعودی، کامرون، غنا. سه تا ما پلی آف داریم. همیشه جام جهانی ها انگار همه تیم ها معلوم بود، تنها جام جهانی که سه تیمش هنوز معلوم نیست، یعنی بین برنده ویلز، اسکاتلند و اوکراین یا بین برنده امارات و استرالیا با برنده پورو. اگر امارات و استرالیا با هم دیگه بازی میکنن لااقل ننه تو با خودت نبر، بده چراغ این خونه روشن بمونه، بر میخورن به پورو. و بازی سه هم که اسکاتلند، نیوزلند و کاستاریکا، این دوتا هم با هم دیگه هستن و 32 تیم جام جهانی رو تشکیل میدن. بریم با هم دیگه ببینیم بعدش چه اتفاق افتاد. خب با هم دیگه سیب بندی جام جهانی رو دیدیم. دو نفر هم از ایران به عنوان مهمان در این مراسم که دیگه از مراسم های بزرگ فوتبالی دعوت شدن، علی دایی و مهدی مهدوی که دو تا اسطوره فوتبال ایران دعوت شدن به این مراسم. اصلا مایه افتخار ایران، فخر ایران. یه چیز هم بگم، خود صلاح بدبخت نرفت جام جهانی با اون لیزرهایی که انداختن تو صورتش، ولی فتوشاپش توی جام جهانی هست. با تو به جام جهانی هست بنده خدا، نرفته ولی عکسش هست. بریم چی میشه بعدش. خب یعنی همه دنیا استرس دارن که مثلا یه استرس هم مثلا یه تیم به چه تیمی میخوره، مثلا ما استرس هم با دو تا استرس هم، یکی که تیم به چه تیمی میخوره، یکی این که لباس های بانوانه که مراسم مجری هستن چطوره. خدا رو شو، خدا رو به حق این روزای عزیز، این لباس مجری بند خدا همه لباس پوشیده بکنیم، خدا شو مثل اون قبلی ها نیستش، این خدا شو لباس معقول محجوریه، ایران میتونه نگاه کنه، میتونیم نگاه کنیم یه با هم دیگه. و با این تواصیف بالاخره با این توصیف ها رفتیم دیگه سراغ جام جهانی قرعه کشیش. یه جام که دیگه اسکوچیش اومد، یعنی دو سال پیش میرفت توی اهواز دنبال فلافلی میگشت، الان برشته برام اومده جام جهانی قرعه کشی جام جهانی. یعنی میگه گرز نه به از تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، واقعا از اینجا به مربیگری خونه به خونه نفت بوده، الان رسیده که تو میکسون جام جهانی را میره. بریم با هم دیگه میکسونش رو با هم دیگه بریم. بریم با حالا هم برم خود بریم. جوا داره تو اینجا هم یه یادی بکنیم از عادل فردوسی پور که یعنی عشق همه بود، اصلا همه واقعا دوستش داشتن.
اصلا سطح کیفی برنامه رو میشه فهمید. برشته اینجا فیگور آورده، نمیدونم جوان نکونا آورده، جوان نکونا میکنم بسیار خوب ایران، فیگور هم میکنم بسیار خوب برده. و اینجا سه ماهینه برشته رو میکنی اصلا نمیشتستم کیه کیه بهم بگین کیه تفاوت رو میشه فهمید. اصلا بریم یک بخشی از قرکشی جام جهانی قبلی که ما هم دیگه خوردیم اونم تو برنامه فردوس بیده نگاه به هم دیگه بده. خب الان این کماکان این نباید ایران باشه. ایران؟ 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 آقای کافو. آقای کافو. آقای کافو. آقای کافو. آقای کافو. چرا صحنه بود؟ ایران چه گروهی خورد؟ یه کم کم داریم به لحظات قرعه‌کشی نزدیک میشونیم. بریم ببینیم چه اتفاقی میافته. بریم مراسم قرعه‌کشی شروع شد. چه دوبله سمی یعنی اون هاگوئر بدبخت دوبلش کردم اون بعد ازش گریم کرد. این دیگه خیلی اوضاع خراب بود. معنی دوبله دوبلش معنی بریم بریم ببینیم همه این چیزها به پتانسیالی که تو این سالها به وجود اومده ربطگی داره. آی پتانسیال دیگه چیه به خدا. یعنی یکی از یکی سم کاش حداقل جواد خیابون رو برداشتن میفرستنم اونم درست ترجمه نمیکرد ولی حداقل طنز بود. حالا فلش کنم همه میرن توی انیمیشن که مثلا نمار جام جهانی بینا ما چی رو میبینیم. نمار جام جهانی من دیده شد چه خوشگل بگولی مگولی هم هستش خوب قشنگه. و با این تواصیف جام قره جام جهانی قره کشی شروع شد. اول از همه که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اومد یکی باید بگه دیگه چیزایی اون گفتش باز امیر خط قطر من خدا شد دوستان شد سریع من پیش رفتم میدونش که همه میمون اصلا نمیرفت همون بالا میگه همه گفتم بیا پایین بابا بیا پایین سرمون در گرفت بچه بیا پایین بابا یه بالاخره این دوتا صحبت میکنن اینا. بعد از اینکه دشام یه جام مربی قبلیه که بود یه قهرمان شده بود جام آورد جام جام جهانی و بریم 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 چی شد بریم بریم بعد دیگه قرعه کشی داشت شروع میشد و 7 8 تا از بازیکن معروف جهان آوردن. اول از همه کافو اومد، بعد جی جی اوکوچا اومدش، بعد لوتار ماتیوس اومد، بعد عادل احمد اومد، بعد تیم کهیل اومد، بعد رباه ماجر اومد و فخر ایران و ایرانی علی دایی و تانا علی دایی اومد و چه ورودش چه گسی زنم. بریم بریم یه ورود علی دایی ببینیم. 100 international goals is the Iran legend Ali Dayi. علی دایی سر نگاه علی دایی بریم با هم دیگه وقت رو ترمه کنیم. واقعا بریم سراغ قرعه‌کشی ببینیم چی شده. قرعه‌کشی به خوبی و خوشی داشت انجام میشد. بریم صحنه اومده نام ایران رو با هم دیگه ببینیم. بریم اینجا اومده قطر و آمده سیر سه این مردی که علم هم که داره درد ایران ایران رفتیم تو گروه بی رفتیم تو گروه بی این آمستم این وطنم ایش گوه پاورجا تو ذهنم پلی میشه موقعی که یه ما به دلیل که کپی رایت هم شرط بگیریم یه ما قش نشون نمیدیم و خودتون دیگه بریم نگاه کنه دیگه. ایران در اومد و این هم صحنه ای که اسکوچیشه. یعنی به خدا خدا بده شانسه بچه شمی هم داره نگاه میکنم داره نگاه میکنم و این اسکوچیش خرشانس هم کشه شد. ایران هم رفتش تو گروه آمریکا انگلستان یعنی کرو مرگ بر آمریکا مرگ بر انگلیس همه با آمریکا اومدن آمریکا انگلیس و بین برنده ویلز اسکاتلند و اوکراین. یعنی اگه روسیه الان جنگ نمی کردش مثلا میتونست روسیه از اینا می اومد بالا. یعنی جنگ 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 تکمیل میشد جنگ همه جنگی ها به شلوار بلنگی ها. بریم با هم دیگه ببینیم قرعه‌کشی جام جهانی چی شدش. قرعه‌کشی آخر نهایی جام جهانی با هم دیگه ببینیم و گروه های هشتگانه جام جهانی هم انگار معلوم شد و بریم ببینیم چه تیم های چه تو چه گروه های افتادن. گروه اول که گروه A قطر میزبان، اکوادور، سنگال و هلند. بازی افتتاحی هم قطر و اکوادور. یعنی
اصلا چه وضعی قطر و اکوادور، یعنی دو تا بازی چه رو همین رو داشتم. بریم گروه بی، ایران، انگلیس، ایران، آمریکا و گفتم برنده پلی آف سوئیس و اینا اسکاتلند و ویلز و اوکراین. گروه سی آرژانتین، سعودی عربی، عربستان، سعودی، مکزیک و لهستان. عربستان با مسی و لوا اصلا چیزه، بریم اصلا صحبت نکن. گروه دی فرانسه، پلی آف یک نونه باید چی خودم بره، دانمارک، تونس. گروه ای اسپانیا، پلی آف دو، آلمان و ژاپن. اسپانیا و آلمان و ژاپن خیلی سخت رو با هم بگنم. گروه اف بلژیک، تو اصلا خیلی من دوستش دارم، حقش این نسل طلای بلژیک باید یه جام بگیره، اصلا باید یه جام حیفه واقعا نگیره، نسل حیف میشه. بلژیک، کانادا، مراکش، کرواسی. گروه خوبیه، من بزنم بلژیک میتونه بیاد، کرواسی هم بد نیستش. گروه جی برزیل، صربستان، سوئیس و کامرون. برزیل که اون میاد بین اون ستادی واقعا سخته، این گروهش بزنم باید جذاب است، یعنی هر ستادیم شانس داره که برن محله بعد. و گروه آخرم گروه اچ، پرتغال، غنا، ارگوه و کره شمالی. پرتغال هم که میتونه بره بالا، بین غنا و اروگوئه کره مثلا میتونه شگفتی ساز بشه، وگرنه جنگ اصلی بعد بین غنا و اروگوئه باشه. و اینم بود یک سری واکنش وحشتناک از بازی‌ها داشتن، بازی که ایران و آمریکا اینا با هم می‌خوره. اینو دیگه توی این ویدیو جا نمیدم، ان شاءالله تو ویدیو فردا با هم دیگه نقد و بررسی می‌کنیم که چه گروهی با هم گفتاریم، اتفاقاتی که معروف هستن، میمایی که درست کردن، اینا همه رو با هم دیگه به طور مفصل تو ویدیو بعدی با هم دیگه انجام خواهیم داد، با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. این فقط هم الان بذاریم برم من، فقط بذاریم برم من. دوستان خیلی ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودیم و قرعه‌کشی جام جهانی انجام شد و دوستان هم ایشاله یک جام جهانی خوب و عالی با همدیگه داشته باشیم، با همدیگه ویدیوها رو ببینیم، با همدیگه عشق و کیف کنیم. خواهش میکنم اگه به این سبک از موضوعات فان و جنجالی اکثر ورزش ها به خصوص فوتبال میپسندید، کانال من رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید تا جدیدترین ویدیوهای من به شما نمایش داده بشه. وقت رو دیگه تلف نمیکنیم. یا علی فعلا خدافظ.